آخرین آمادگی ها برای بازی دشوار. از یک سو تیم حریف نیرومند است و از سوی دیگر هوای شهر دوحا خیلی گرم، بالای 40 درجه سانتیگراد. هوا خیلی گرم است، خصوصا با ما بازیکن ها که در خارج زندگی میکنن، خصوصا بچه ها سویدن و دنمارک و طرف های شمال اروپا که زندگی میکنن، اینجا بازی خیلی مشکل است. خب انشالله ما کوشش خودم میکنیم. تیم ملی فوتبال افغانستان روز دوشنبه به قطر رسید و بازیش در برابر تیم میزبان پنجشنبه شب برگزار می شود. انوش دستگیر مربی تیم باور دارد که تیمش زمان کافی برای تمرینات مشترک نداشته است. خب با امکاناتی که داشتیم 3 روز تمرین واقعا که کم است، اما خوب همین امکانات به دست ما بود و در اختیار ما بود، کوشش کردیم که تمرینای خوب داشته باشیم و انشالله که مقابل قطر یک بازی قابل قناعت انجام بدیم. با این همه دشواری ها، اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان که از کشورهای مختلف جهان به قطر آمدند، یک حرف به زبان دارند. کوشش نهایی خواهند کرد. نتیجه که کل اگه میتونی بگیریف در فوتبال توپ گرد استک، هر کس 11 کت 11 استک و آمادم است، ما آمادم استیم. ما فکر میکنیم که کل اگه میتونیم نتیجه بگیریم و نموتر باید هم در میدان باید در اون شاییم. ما میگم که تیم خوب هستم نگاه، یک با یک خورا میفهمم قدی قطار که سوتری میکنیم، میفهمم که یک کم سخت میشوه، اما ساعتم که میشه اما میگه خوب هستم بازگارو، میفهمم که زور هستم که هرچی که داره میگه در مرش میتیم که با میبینم خدا دیگه هم کارو میکنم. یک بازی بسیار سخیل است، انشالله که همه بچه ها آمده هستن و در تیمای خود تمرینات کردن و آمده دیگه و ببینیم بخیر. بازی پنجشنبه میان افغانستان و قطر با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2022 و جام ملت‌های آسیا در سال 2023 است. پس از بازی تیم افغانستان راهی شهر دوشنبه تاجیکستان می شود تا در 10 سپتامبر میزبان بنگلادش باشد. پس از انجام مسابقه قطر تیم ما شهر دوحا را با مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک می کنند تا نخستین مسابقه شان با صفت میزبان در شهر دوشنبه از تیم بنگلادش پذیرایی کنند. اون مسابقه با تاریخ دهم همین ماه برگزار می شود. افغانستان در گروه ای با تیم‌های قطر، بنگلادش، هند و عمان هم گروه است.